when my oldest son had a child, I was watching him. وقتی که من پسر بزرگم بچه داشت همینطور اینا رو نگاهشون می‌کردم. So when my son was holding his little fellow, و وقتی که این بچه کوچیکه تو بغلش گرفته بود, he would say to him, happy? Happy? Watch. And he would smile like this. وقتی بهش میگم خوشحال باشی داری می‌خندید اینطوری. Serious. Serious. و بعدش یهو خیلی جدی بود. Happy? باز میگم باز دوباره میگم خوشحال ولی اینطوری قیافه میگرفت اینطوری خیلی جدی. It was fun to watch this little boy put on a happy face or serious face. یا این بچه کوچیکه رو خیلی جالب بود نگاه میکنم یا قیافش یا خنده اینطوری میخندید یا یه قیافه خیلی جدی به خودش میگرفت. So this man says have more fun. این مرده که اینجا داریم میبینیم میگه همش بیشتر سرگرم باشید. He says stop taking yourself so seriously. از این که همش جدی باشیم بیاین کنار. Is he right? آیا این درست میگه؟ Have more fun. سرگرمی بیشتری داشته باشیم. How many think we should have more fun? چند نفر شما فکر کنید ما با سرگرمی بیشتر داشته باشیم؟ What about the other hand? Oops, going the wrong way. We're going to look a little bit at the book of philosophy from the Bible. امروز می‌خوام بریم سراغ کتاب یک کتابی است کتاب فلسفه هم تا کتاب بهش میگم به نام در جامعه در کتاب مقدس. So Solomon lived between 1970 and about 930. و این سلیمان تقریبا حدود 970 تا 930 سال پیش از میلاد مسیح میزیسته. And Ecclesiastes means gatherer or hunter, hunter of wisdom. و این کلمه ای که اینجا هست که اومده در اینجا سلیسس میشه گرد آورنده یا جمع کننده. What does he say about fun? ولی اینجا چی میگه در مورد یعنی فان یا سرگرم بودن؟ The whole book of Ecclesiastes is how can you live your life so there is profit or advantage. و تمام این کتابی که شما جامعه رو نگاه بکنید همش صحبت داره میکنه ما چجوری میتونیم بیشتر سود ببریم تو زندگیمون بیشتر منفعت داشته باشیم. He says that he tried very hard to pursue wisdom and knowledge. و خیلی به شدت کار رو این میکنه که بتونیم دنبال حکمت باشیم و آگاهی. He says it's like chasing after the wind. مثل این میمونه که دنبال باد بدویم. Now he says that wisdom and knowledge is better than foolishness. یه طرف هم میگه که این حکمت و آگاهی بهتر از نادانی است. He says what about pleasure and laughter? He says it's meaningless. و بعد همین جامعه نویس میگه که همین در واقع سرگرمی و لذت بردن و خندیدن بعض وقتا اصلا بیهوده است. So in our time we have even invented something special. در زمان خود ما یه چیزی خاصی رو در واقع درست کردیم، اختراع کردیم. When someone is a comedian or making jokes, وقتی یک نفر که حالات کمدی داره یا جوک میگه, we can turn on the laughter mechanically. ما به صورت مکانیکی میتونیم این خندهمون رو در واقع سویش کنیم به جای دیگه. So whether it was funny or not, حالا چه خنده‌دار باشه یا نه, if you switch on the laughter, اگه شما بچرخونید روی sounds very funny. میتونید یه کاری بکنید که خیلی بیشتر خنده‌دار باشه. And we can remember these jokes for a day or two. Some of you can remember them for a long time. و بعض وقتا این جوک هایی که میشنویم خلطیفه ها میتونه یکی دو روز و بعض وقتا بعضیاتون بیشتر در ذهن میمونه. But Solomon says I tried very hard to find a way so that there is profit or advantage. ولی این جامعه نویس میگه که من خیلی دارم تلاش بر این داشتم که بتونم واقعا سودی ببرم از منفعتی از این مسئله ببرم. I tried everything. من همه چی رو امتحان کردم. Even wine and folly, I tried that too. هر چی حتی شراب و دنبالش این مستی و اینا هم رفتم. Then he said he was very wealthy, so he tried great projects and wealth. و چون خیلی پولدار بود وحشتناک سلیمان برنامه‌های خیلی عظیمی رو تو زندگیش داشت. So he built gardens and parks. اومد
باغ‌ها و پارک‌ها واسه خودش درست کرد. And in Canada this is the best time of year to see gardens or parks. و در کانادا الان بهترین زمانی که آدم بتونه پارک و باغ‌ها رو بره ببینه. Solomon established all of these parks and gardens. و سلیمان کسی بود تمام این باغ‌ها و پارک‌ها رو درست کرد. He bought slaves, men and women slaves. و شروع کرد به خرید خیلی از این برده‌های زن و مرد. He had herds of cattle and sheep and goats. و بسیاری از گله‌های گوسفند و گاو و اینها جمع کرد. He had whole choirs, men and women singers. و شروع کرد به ساختن گروه‌های سرود بسیار بزرگ از زن و مرد. He had a whole harem full of wives. و یک حرمی از پر از زن برای خودش درست کرد. He had gold and silver that you couldn't count. و انقدر طلا و نقره داشت که هیچ کس نمیتونست اینا رو بشماره. He said I denied myself nothing. ولی میگه که من هیچی نبود که در واقع در موردش انکار کرده باشم. Because I wanted to see where is their profit advantage. برای اینکه دلم میخواست ببینم بالاخره این سود و منفعت این کار کجا میتونه باشه. How can I live my life so there is something of value left over? میخواستم ببینم این زندگی من بالاخره ارزشش در کجا میتونه پیدا بشه. He said all of it is meaningless and chasing after the wind. ولی متوجه شدم بعداً تمام این چیزهایی که درست کردم و جمع کردم همش بی‌معنی و بیهوده بود. Now I know what some of you are thinking. من فکر میکنم بعضیتون چی داری فکر میکنی؟ Some of you are thinking, well, I would like to try it also like Solomon. بعضیتون ممکن دیگه من حالا میخوام یه خود مثل این سلیمان یه خود این کارا رو بکنم. But he's written it down for our instruction. اما همه اینا رو سلیمان نوشت برای دستور عملی برای زندگی ما. He said I had all the money, I could do anything I wanted. مثلا گفتش که من هر چقدر که پول میخواستم داشتم که بتونم هر کاری دلم بخواد بکنم. I had the money and the power. هم پول داشتم هم قدرت. I had the opportunity. بعد موقعیت ها رو داشتم. I held back nothing. اما هیچی برای خودم نگذاشتم. But when I was all done. ولی بعد که همه چی رو انجام دادم. It's like the wind. انگار که یه باد بود فقط. Chasing after the wind. انگار که فقط دنبال باد دویدن بود فقط. There's a Greek philosopher named Epicurus. این یک در واقع فیلسوف یونانی هست به نام He lived from 341 to 270 BC که در واقع 340 تا 270 پیش از میلاد مسیح میزیسته. His philosophy was to achieve happiness by serene detachment. و در واقع چیزی که ایشون در واقع به مورد خوشحالی در رده صحبت میکنه به دست اومدن خوشحالی رو در آرامش و سکوت میدونه. So Epicurus said this. So he said you need to limit your expectations and desires. بعدش گفتش بیاد انتظارات خودتون رو تو زندگی این در واقع فیلسوف گفت اینا رو محدود کنید. He said you shouldn't have unrealistic expectations of happiness. و گفتش که نیاد یک سری خوشحالی‌های غیر واقعی رو برای خودتون تو ذهن داشته باشید. Cut back on your desires. و بیایید این در واقع خواسته‌های خودتون رو محدود بکنید. And enjoy your friends and relatives. و همین دوستای دور و بر هم وابسته که دارید با هم اونا لذت ببرید. So some years ago there was a song that was popular here in Canada. چند سال پیش یه در واقع آوازی موزیکی در کانادا بود. It might have been written by Epicurus. و احتمالاً به وسیله همین فیثاغورس نوشته شده بود. The song went like this. و اینطوری بود این آهنگ. Don't worry, be happy. اینو یادتون هست که نگران نباشید خوشحال باشید. Don't worry, be happy. نگران نباشید خوشحال باشید. Don't worry, be happy. باز دوباره میگفت نگران نباشید خوشحال باشید. Come on, you gotta sing a little bit. Now the next line goes like this, don't worry, be happy. باز دوباره یه جوری صداش یه خود لحنش رو عوض میکرد، آهنگش رو باز میگفتش که نگران نباشید، خوشحال باشید. So the entire song was just those words. تمام کل این آهنگ ببینید دو تا کلمه بود. Don't worry, be happy. نگران نباش، خوشحال باش. Later, Epicureans were characterized by the attitude of let us eat and drink for tomorrow we die.
بعدش می‌بینیم که بعدها همین این شخصیت و رفتاری این فیثاغورس میگه اینطوری میگه بیایم بخوریم و بنوشیم که فردا خواهیم مرد. There are lots of people in Canada who think exactly like this. خیلی تو کانادا همینطوری فکر میکنند. Let's eat and drink and be happy. بزنیم بخوریم و بنوشیم بزنیم که خوشحال باشه. Don't worry, be happy. نگران نباش، خوشحال باش. Because tomorrow we might die. برای اینکه فرداست که امکان داره بمیریم. There we are. ببینید اینجا. Eat, drink and be merry for tomorrow we die. بخورید و بنوشید و ازدواج کنید و در فردا ممکنه بمیریم. So like my little grandson, happy? مثل نوه من که یا قیافش اینطوری خوشحاله Serious. یا خیلی اینطوری جدیه. Even two people, one can see the world as happy and the other one serious. حتی دو نفر در کنار هم میبینیم یکی دنیا رو خیلی در واقع سرگرم کننده میبینه یکی خیلی جدی میبینه. Sometimes even in our marriage. بعض وقتا حتی در ازدواج های ما. One is inclined to be happy. یکی به طرف دوست داره که خوشحالی بره. The other one is inclined to be serious. یکی دیگه میخواد همه جدی باشه. Life is sunshiny and wonderful. حالا اینجا فعلا زندگی خیلی با درشش خورشید و عالی هست. Life is dark. اینجا زندگی پر از تاریکی هست. بارانی. So we are all made different. همه ما به صورت‌های مختلف درست شدیم. Some of us right here are more likely to see the sunshine. بعضی از ما که اینجا هستیم دوست داریم که همش خورشید رو ببینیم و And some of us are more likely to see the rain. و بعضی هم دوست داریم که همش بارون ببینیم. Oh, let me read this. I need to read a few more verses here, Pastor Karamat. Ecclesiastes chapter 7. می‌خوام از آن تو جامعه فصل 7 رو با هم دیگه نگاه کنیم اگه شما هم دارید باز کنید در جامعه از سلیمان باب 7 آیه 18 و می‌خوایم از ولی اینجا از آیه 16 به بعد بخونیم. So read 16 and 17, okay? پس گفتم به افراط عادل مباش و خود را بیش از حد حکیم مپندار مبادا خیشتن را هلاک کنی و به افراط شریر مباش و احمق مباش مبادا پیش از وقتت بمیری. Now, this is kind of a surprising verse from the Bible. یه جورایی مثل که این آیه خیلی عجیب غریبی از کتاب مقدس. Don't be too righteous or too wise. از یه طرف نگه بیش از حد عادل یا خیلی حکیم نباش. Why should you destroy yourself? چرا باید خودتو داغون کنی، هلاک کنی؟ Now, I have seen this happen. من دیدم این اتفاق افتاده. I've seen people who are so serious. من دیدم آدمایی که خیلی جدی بودن. They take everything serious. هر چیزی رو جدی میگیرن. And when I'm preaching to a group like this, و وقتی که من به همچین آدمایی دارم سخنرانی براشون میکنم. One person is sitting here. مثلا یه آدمی جلو نشسته. Not serious about anything. میبینم که اصلا در مورد هیچ چیزی اصلا جدی نیست. And I'm preaching very serious. و من همینطور دارم خیلی جدی سخنرانی میکنم. But they don't really take it seriously. ولی بعد میبینم که اصلا اینا جدی نمیگیرن. But the other person here. ولی میگم یه نفر دیگه اونورتر نشسته. Who takes everything seriously. هر چیزی رو جدی میگیره. When I'm preaching very serious. وقتی که خیلی جدی دارم موعظه میکنم. This person feels so guilty. همش خیلی احساس گناه میکنه. I'm so sad. و خیلی احساس غم میکنه. I'm in so much trouble. I'm a bad person. و میگه من چقدر در زحمت و بد آدم بدی هستم. And this person is a little bit of a bad person. بعد یکی این ورته است یه ذره آدم بدیه. He thinks no problem. همش میگه هیچ مشکلی نیست. We are so different. ما هم خیلی آدم مختلف هستیم. But it says here there is such a thing as being over serious, even over righteous, over wise. در واقع چیزی که اینجا داره میگه در مورد افراد و تفرید هست که میگه که در مورد اینها سعی نکن که افراد و تفرید داشته باشه در مورد حکمت یا عدالت. Solomon says you can overdo a good thing.
اینجا در واقع سلیمان دیگه میگه بیش از حد تو نمیتونی چیز خوب انجام بدی. But he says don't be overly wicked and don't be a fool. Why should you destroy yourself? و بعدش هم میگه دوباره ادامه میگه بیش از حدم آدم بد نباش و نادانم نباش. چرا زودتر بیش از وقتت بمیری؟ And then he says this. و بعد اینو میگه. It is a good thing to hold to one thing and also to the other. و بعد میگه در آیه 18 میگه که این بهتر اینه که به هر دو طرف اینطوری خوب دستتو نگه داری. The man who fears God will avoid all extremes. کسی که از خدا میترسه از افراط خیلی جلوی خودشون میگیره که افراط نکنه. Now this is worth thinking about. این خیلی خوبه که روش فکر کنیم. Whether you're talking about politics, چه در مورد اینکه یه سیاست فکر کنی، whether you're talking about entertainment, یا در مورد سرگرمی، whether you're talking about the beauty of creation, یا در مورد زیبایی خلقت، whether you're talking about the benefits of studying, و در مورد منافع تحصیل کردن. He says the man of God will avoid all extremes. اینجا میگه مرد خدا یا انسانی که با خدا هست از افراط جلوگیری میکنه در زندگی. So another translation says that the man who fears God will come forward with both of them. و یه جور دیگه در ترجمه میگه که کسی که از خدا میترسه از به هر دو طرف خوب وصل هست و چسبیده. Now let me go on. So, the Christian life, fun or serious? بالاخره زندگی مسیحی چه جوریه؟ همش سرگرمی و خوشحالی و یا که همش جدی بودنه؟ Happy? یا خوشحال بشی اینطوری؟ Serious. یا اینکه خیلی جدی باشی؟ Well, the word fun is not in the English Bible. کلمه fun که در واقع کتاب مقدس انگلیسی نیومده. Isn't that interesting? آیا جالب نیست؟ The word fun isn't there. کلمه فان اون تو نیست. It's used in the new living translation in the sense of making fun of somebody. به جز در یک ترجمه هست که به نام ترجمه NLT هست که در اونجا استفاده شده که در واقع fun of people. But these words are used many times. این کلمه ولی خیلی استفاده شده. کلمه joy در کتاب مقدس خیلی خیلی استفاده شده. Joy, rejoice, joyful, glad, content, contentment, praise, giving thanks in 382 verses. خوشحالی، شادی، خوشحال بودن، نمیدونم مسرور بودن، راضی بودن، خوشنود بودن، بسیار بسیار در کتاب مقدس و شکرگزاری خیلی اومده کتاب مقدس. I would like to read to you from Psalm 126. می‌خوایم در مزامیر 126 رو هم نگاه کنیم. It says this happened after the Israelites who had been taken captive by the Babylonians. It says 70 years later when they came back, this is what they were like. این در واقع زمانی این مزامیر نوشته شده که در واقع مردم اسرائیل برای 70 سال در اسارت بابلیا بودن، حالا بعد از 70 سال آزاد شدن و این کلمات داره از زبانشون میاد بیرون. So just read verses 1 and 2. که در آیات 1 و 2 میگه زمانی که خداوند اسیران صهیون را باز آورد مثل خواب بینندگان شدیم، آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم، آنگاه در میان امتها گفتند که خداوند با ایشان کارهای عظیم نموده است. Verse 2 says our mouths were filled with laughter. می‌بینید در آیه 2 میگه دهان ما از خنده پر شد. They were so happy. انقدر خوشحال بودیم. Their faces looked like this. دیگه قیافه‌هامون اینطوری شده بود. رفته بود اینطوری بالا. They were so glad that they were coming home. اینقدر خوشحال بودن که دارن به خونهشون برمیگردن. They had been delivered from bondage. برای اینکه از اسارت رها شده بودن. And it says their mouths were full of laughter as they came home. برای هم میگه که دهانشون از خنده پر بود وقتی که به خونه برگشتن. So the Bible is actually full of contrasts. بعد میبینیم در کتاب مقدس یه سری
پر از چیزهای متضاد وجود داره. On the one hand, the Bible speaks about sin and trouble and sickness and death. از یه طرف کتاب مقدس در مورد گناه و در واقع مشکلات، مریضی، مرگ صحبت میکنه. Talks about war and loneliness and despair and death. در مورد جنگ، تنهایی و نیازها و دوباره مرگ صحبت میکنه. But it also speaks about joy and rejoicing and praise. بعد در عین حال در مورد شادی کردن، در مورد پرستش صحبت میکنه. Talks about thanksgiving and hope. در مورد سپاسگزاری و امید داشتن صحبت میکنه. It talks about love and forgiveness and eternal life. در مورد عشق و بخشش و زندگی ابدی صحبت میکنه. So the Bible tells the truth about our situation. میدونی کتاب مقدس حقیقت رو و واقعیت رو در مورد زندگی ما میگه. There is the darkness. Yes, یه قسمت تاریکی رو. And there is the light. و قسمت روشن رو. In Matthew 13 it says, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in joy he went and sold everything he had and bought that field." در کتاب مقدس متا باب 13 آیه 44 میگه ملکوت یا پادشاهی آسمان مثل گنجی میمونه پنهان شده در زمین که وقتی انسان اون رو پیدا میکنه و میاد اونو از خوشی رفته و اون چی که داشته میفروشه و اون زمین رو یا اون چیزی که هست رو میخره. When Jesus came, he came to introduce a new kingdom. وقتی عیسی مسیح اومد، اومد یه ملکوت جدیدی رو به انسان معرفی کرد. Not the kingdom of Iran. نه پادشاهی یا ملکوت ایران. Not the kingdom of Israel. یا ملکوت اسرائیل. Not the kingdom of United States. نه پادشاهی یا ملکوت آمریکا رو. Or Canada or China or Korea. یا مثلا کانادا یا چین یا کره رو. He came to establish a new kingdom. اون اومد تا یک پادشاهی جدید رو برقرار کنه. And here is a man who found a special treasure in a field and he was afraid that somebody else might see him finding it. و اینجا صحبت از اون کسی میکنه که انگار توی جایی توی مزرعه اون تیکه زمین رو پیدا کرده که دوست نداره هیچ کس دیگه اینو بفهمه که اون پیدا کرده. He carefully covered it over. و اون رو اینطوری قشنگ پنهانش میکنه. And then he went, you know, kind of whistling along as if he hadn't found anything. و بعد شروع میکنه اینطوری راه رفتن سوز زدن که انگار که یه چیزی هیچ کس نفهمه که چی پیدا کرده. And then he gets all the money he can find anywhere and he buys it. و بعد میگه که هر چی پول از هر جایی که میتونه به دست میاره که بتونه اون تیکه رو بخره. I think his mouth was full of laughter. من فکر میکنم دهانش پر از خنده شده بود. I have found the kingdom of heaven. برای اینکه میگه من ملکوت آسمان رو پیدا کردم. The kingdom of heaven is found in Jesus. ملکوت آسمان در عیسی پیدا میشه. He didn't come to introduce us to a better politics. ما اون عیسی مسیح نیامد که ما رو به یه سیاستمدارای بهتر معرفی کنه. Or a temporary kingdom. یا به یک ملکوت موقت. But an eternal kingdom. بلکه به ملکوت ابدی. And when the man found this treasure in the field. و وقتی این انسان این گنج رو در این در واقع مزرعه پیدا میکنه. He covers it over. میاد اونو میپوشونه پنهانش میکنه. And he finds all the money he can and he buys this field. و هر چی که هست دنبال پول میگره که بتونه این مزرعه رو بخره. Not because the field is worth so much. نه اینکه اون مزرعه اینقدر ارزش داره. But the field has a treasure in it. بلکه اون گنجینه ای که در اون And that treasure is Jesus himself. این گنجینه خود عیسی مسیح است. That's the kingdom of heaven. این همون ملکوت آسمان. His mouth is full of laughter. و اونجاست که دهانش پر از خنده است. The fruit of the spirit is love, joy. و در یکی از در واقع میوه‌های روح مقدس همین شادمانی هست. Peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Gentleness and self-control. پس می‌بینیم تو غلاطیان باب 5 آیه 22 صحبت از میوه‌های روح مقدس می‌کنه که محبت، شادمانی، سلامتی، بردباری، مهربانی، نیکویی، وفاداری، تواضع و خیشتنداری است.
So when you see all of this, وقتی که شما همه این میوه‌ها رو می‌بینید, how can the Christian life be all serious? چجوری می‌تونه یه زندگی یک مسیحی اینجوری همه جدی باشه؟ It's not possible. نمی‌تونه, امکان نداره همچین. Because of the good things that God gives. برای اینکه به خاطر چیزهای نیکویی که خداوند می‌بخشه. We are like those Israelites from long ago that our mouth is filled with laughter. We can't believe that God is so good to us. مثل اون اسرائیلیایی که از اسارت آزاد شده بودن, ما مسیحا الان فهمیدیم اینه که پیرو واقعی مسیح هستن, برای همین میدونیم از چی آزاد شدی و تمام دهان و خنده پر هست. These are the verses that are read very often at the end of services. و این آیاتی است که در خیلی از کلیساها در آخر برنامه خونده میشه. To him who is able to keep you from falling. I'm going to go to Judah. And hold on a second. This is one of the smallest books in the Bible. Yeah, یکی از کوچکترین در واقع. Just before Revelation. قبل از در واقع درست قبل از مکاشفه این یهودا در واقع رساله اومده در اونجا و در number 24. Yeah, number 24, just the first phrase. قسمت آیه 24 هست که این فقط این رساله فقط یک فصل بیشتر نداره و آیه 24ش این رو میگه که همین الان خدایی که و خداوند که قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد. So how much did you read? Just the first part. 24? 24 first part. Okay. So, how strong are you as a Christian? شما به عنوان یک مسیحی چقدر قدرتمند هستید؟ Are you strong? آیا شما واقعا قوی هستید؟ Are you confident? آیا اعتماد دارید؟ It says he is able to keep you from falling. در اینجا صحبت میکنه که خداوند هست که شما را از لغزش محفوظ می‌دارد. The Christian life is not a group of rules and guidelines that you have to keep striving for. زندگی مسیحی عیسا اینطوری نیست که از یه سری قواعد و قانون درست شده باشه که دائم بعد دنبال اون قواعد و قانون‌ها باشید. Yes, we do that. یه سری جاها هستش که ما رعایت میکنیم. But here we have this promise that he is able to keep you from falling. ولی در اینجا چی صحبت از این است که خداوند میگه که او هست که ما رو از لغزش خوردن محفوظ میدارد. And to present you before his glorious presence without fault with great joy. و بعد ادامه میده که همون خودش هست که ما رو در حضور درخشش خودش بی عیب حاضر خواهد ساخت. That he is able to take you and present you faultless before the throne with great joy. و اوست که شما رو بدون هیچ عیبی از الان می‌سازه تا در حضور او در شادمانی عظیم قرار بگیرید. Doesn't this make you smile? آیا این نمیتونه باعث شادمانی خنده شما بشه؟ He is able to keep you from falling. او هست که شما رو قادر هست که شما رو از لغزش محافظت کنه. You say, well, how can he present me faultless when I still have faults? و ممکنه بپرسید که چجوری میتونه خداوند منو بی عیب بسازه, منی که الان خودم میدونم عیب دارم. Well, it's because we have been washed by the blood of the lamb. اولا که ما به وسیله خون بره یعنی عیسی مسیح شسته شدیم. We have been washed and made clean. ما شسته شدیم و تمیز شدیم. Yes, we still have faults. بله, هنوز هم یه سری اشکالاتی داریم. But the blood of Jesus goes on cleansing us from all unrighteousness. اما خون عیسی مسیح هم تو در ادامه پیدا می‌کنه در تمیز نمودن و شستن ما. He is determined to present you before the throne faultless and with great joy. و این کار خداست که ماها رو در مقابل تخت سلطنت خودش تا ابد بدون درد و عیب محفوظ نگه داره و ما را برپا نماید. How does that make you feel? این چه احساسی به شما میده؟ Serious. آیا جدی بودن؟ Happy. یا خوشحال بودن؟ To the only God, our Savior, be glory. و برای همین هست که میگیم فقط و فقط برای این خدای واحد و نجات دهنده
ما او رو می‌پرستیم و درخشش از آن اوست. We don't have this confidence because of our good, our strength. ما این اعتماد رو به خاطر اینکه قدرت از خودمون داریم نیست. It's to God our Savior be glory. بلکه میگیم درخشش با اون خدای و نجات دهنده است. May majesty, power and authority that belong to him. که تمامی قدرت و توانایی تا ابدالآباد از آن اوست. Through Jesus Christ our Lord. از طریق عیسی مسیح خداوند ما. Who lived before all ages. که او قبل از زمانها میزیسته. And forevermore. و تا ابد نیز خواهد زیست. Amen. آمین. Now, you know what? I would like for you to have everybody stand. من دوست دارم که شما عزیزان اگه بشه بایستید همه. And just have them repeat after you, phrase by phrase, those two verses. Okay. But they have to do it loud, okay? عزیزم اگه کشیش گورد مارتین میگن اگه امکان داره بایستیم و بتونیم دو تا آیه رو از رساله یهودا من همطور که میخونم با هم با صدای بلند بخونیم. حتی اگر نداریم بگیم خداوند من امروز میخوام. من ندارم ولی میخوام شادی تو رو تا ابد داشته باشم. خداوند عیب دارم ولی میخوام در تو بی عیب یافت بشم. اینو بخوایم امروز با تمام قدرت. بعد بگیم خداوند من قدرت ندارم اما تو بی نهایت قدرت داری. پس بریم با هم دیگه بخونیم. اکنون او را که قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور پردرخشش خود شما را بی عیب با شادی عظیم برپا نماید. یعنی همان خدای واحد و نجات دهنده ما که تمامی درخشش عظمت توانایی و قدرت از آن اوست تا ابدالآباد. Now this was a very good practice. و این تمرین بسیار خوبی بود شما انجام دادید. We're going to do it again now that you know exactly what you're doing. و می‌خوام دوباره انجام بدیم شما الان دیگه متوجه شدید که چه خدای پرقدرتی داریم. But louder, okay? اما این دفعه بلندتر با صدای بلندتر عزیزان. Loud. Gord, I have a suggestion. Now not only for us, we want to pray for all Iranians. All right. Yeah, از همونطور که برای خودتون دارین دعا میکنین اینو دارین میگید بگین خداوند زنم شوهرم بچه‌ام فامیل دوست مادر چه اینایی که در کانادا هستن هر کشور ایران هستن همه به این شادی خدا قوت خدا برسن. باشه یه بار دیگه پس میریم. اکنون او را که قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب با شادی عظیم برپا نماید. یعنی همان خدای واحد و نجات دهنده ما که جلال عظمت توانایی و قدرت از آن اوست تا ابدالآباد. آمین. آمین. All right. Thank you. So, listen to me. لطفاً به من گوش کنید. I know. من میدونم. I know that some of you are standing here and you shouted but you still don't have confidence inside. من میدونم بعضی از شما امروز فریاد زدید همین الان اینجا ولی اون اعتماد هنوز در خودتون وجودتون ندارید. You think you're not good enough? شاید میگه من به اندازه کافی خوب نیستم. You think maybe other people can shout loud? شاید بگی که اوه مردم کنار من بیشتر میتونن داد بزنن. But you feel like you are faking it. و شما فکر میکنید دارید یه جوری اینو بازی میکنید فقط. These words are for sinners. این کلماتی که اینجا اومده برای من که گناهکارم برای چند نفر هستن اینجا که میگم من گناهکارم who have put their faith in Jesus و حالا اومدن ایمانشون رو در مسیح عیسی قرار دادن it is not my strength این قدرت
من نیست. It is the goodness of God through Jesus. این قدرت خدا از طریق عیسی مسیح است. He's the one who is able to keep me from falling. اون هست که ما قادر هست ما رو از لغزش محفوظ داره. Yeah, I may trip and stumble sometimes. بله امکان داره بعض وقتا من یه ذره لغزشایی بخورم. But he is watching. اما او مراقبه. He's determined to not let you fall down all the way. ولی اون مواظب منه که کامل دیگه نخورم زمین. And he's determined to present you with great joy. و او میخواد عزیزان ما رو با شادی عظیم برپا داره. Without fault. بدون عیب. Amen. آمین. Without fault. بدون عیب. Glory to God. و درخشش باد بر خدا. Who is before all the ages. که قبل از تمامی زمان‌ها بوده. And is forevermore. و تا ابد نیز خواهد بود. We have found the treasure in the field. این همون گنجینه است که در ما در زمین پیدا کردیم. Our mouths are filled with laughter. و الان هست که دهان‌های ما خنده پر هست. We sell everything else we have to get this. و هر چی داریم می‌فروشیم که بتونیم گنجینه رو به دست بیاریم. Amen. 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 Thank you.